Sadoheşt. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün matris A ine. A masaviye 0 menfi tanjant alfa tanjant alfa 0. Ay matris hemaniye mertebe 2 başat. Doğrus. Nuhamin hesap bukunim. Ay menhaye A varun der. Ay B zafiye A. Ay menhaye A'ya peyda bakın çi mişe? Ay menhaye A. Mişe yek. Tanjanta alfa. Menfi tanjanta alfa. Yek. Kabul deri de kan. Hoş geldiniz. Varun in çi mişe? Varunca in dotarı avaz mı kerdim? İn dotarı mı der menfi zarb mı kerdim? Yek, menfiye tanjantı alfa, tanjantı alfa, yek. Taksim beri determinan mı kerdim? Determinan şemsi mi şöyle? Yek, b zafiye tanjantı. Yek, b zafiye tanjantı. Yek, b zafiye tanjantı çi mi şöyle? Yek, beruye kosinüsü mi şöyle? Dırıstı. Yek be zafiye tanjant doy alfa. Yek be ruye kosinüs doy alfa mişe. Dırısı. Taksim berim bokunum yani ince yek kosinüs doy alfa zerb bokunum diye. Kabule. En az. Ay be zafiye a. Ay be zafiye a mişe yek. Menfi tanjant alfa. Tanjant alfa. Ve yek. İno bir emtüin zerb bokunum. این دوتا رو در هم ضرب می‌خوایم بکنیم دیگه درسته؟ آی منهای آ وارون در آی به اضافه آ در هم که ضرب بکنیم این کوسینوس دوی آلفا را بکشم بیرون میشه یک منفی تانجانت آلفا تانجانت آلفا یک ضرب داره همین یک منفی تانجانت آلفا تانجانت آلفا یک این کوسینوس دوی آلفا را کاری ندارم. سطر اولش خواسته. سطر اول در ستون اول. چی میشه؟ یک منهای تانجانت دوی آلفا. سطر اول در منهای دوتا تانجانت آلفا. درسته. قبول. بقیش هرچی هست اینو کاری ندارم. اینا را از ما نخواسته که. این همون یک بروی این چیزی که یک بروی تانجانت رو بنویسم همون دیگه درسته این بره داخل بره داخل این دوتا عبارت به وجود میاد یک منهای تانجانت دوی آلفا بروی یک به اضافه تانجانت دوی آلفا یکیش هم منهای دوتا تانجانت آلفا بروی یک به اضافه تانجانت دوی آلفا اما اون پادش میشه کسیمسه دو آلفا آره بچه دقت کنید دو تا کوسینوس دو آلفا میشد یک منهای تانجانت دوی آلفا به روی یک به اضافه تانجانت دوی آلفا سینوس دو آلفا هم میشد دو تا تانجانت آلفا به روی یک به علاوه تانجانت دوی آلفا مشکل که نیست اینو کوسینوس بنویسید چی میشه کدوم گزینه کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. آقا دو تا ماتریس که خاصیت جا به جای داشت ضربشون با هم برابر بودن از دوم؟ نه. آیا با همه چیز خاصیت جا به جای داره یا نه؟ با هم با همه چیز مگه برابره؟ سوال 110 میگه که برای دو تا ماتریس این 110 آی به اضافه ب در آی منهای ب مساوی شده با آ دو منهای ب دو آقا اتحاد مزدوج برقرار شده اتحاد برقرار شده چی نتیجه میگیریم مساوی نتیجه میگیریم جا به جایی بوده درسته یا یعنی نتیجه میگیریم آ ب مساوی ب آی چرا به
برای اینکه ببینید این ورقی بازش میکردیم قربون هیکلت میشد آ دو منهای آ به اضافه ب آ منهای ب دو. درسته؟ این با این برابر شده، یعنی نشون میده که این دوتا از بین رفته، این دوتا صفر شده. درسته؟ این دوتا صفر شده یعنی این دیگه. درسته؟ هر جا اتحاد جبری برقرار بود تو ماتریسا یعنی جا به جایی بوده. درست؟ فهمیدید؟ حالا این تا اینجا بعد چی خواسته؟ گفته اینو حساب بکنید، آ ضرب در ب ضرب در آوارون کلش بتوانه دو. مگه نگفت الان جا به جای برقرار هست؟ پس جای آبه میتونم به آ بذارم یا نه؟ پس می نویسم اینطوری، میشه اینطوری نوشت یا نه؟ بچه تو ضرب ماتریسا همیشه جای پرانتز مهم نیست. درسته؟ یعنی میتونم اینطوری در نظر بگیرم، ب آ آوارون، آ آوارون چند میشه؟ چی میشه؟ آی میشه. آ آوارون آی میشه. درسته؟ بی ضرب در آی بی میشه بی آی به توان دو، این میشه بی به توان دو گزینه دو. بله. ما این نمی گفتیم وقتی اینجا پشتم ضرب نوشتیم که اول آ در بی ضرب شد بی در آ، اون پرانتز عوض کنیم اول آ در آ ضرب میشه بعد چای پرانتز مهم نیست، ترتیب رو نمیدیم به هم بزنیم. ببینید ای اف جی هاش اینا چند تا ماتریس هستن که ضربشون معنی داشته باشه. درسته؟ پرانتز هر جا میذاری بذار، مهم نیست. فهم باید کجا ضرب باشه؟ از کجا؟ ترتیب رو نمیتونی به هم بزنی ها، اف ای نمیتونی بکنی. درست؟ ترتیب رو نمیتونی به هم بزنی، ضرب به هم میخوره. مثلا اونجوری باید ای اف ها ضرب این توی این ضرب میشه، این هم توی این ضرب میشه، مثلا این توی میتونی ضرب میشه. اونم مثلا به دور اف جی مثلا پرانتز باشه مشکلی نداره، اینا با هم برابر میشه. بعد مثلا اف جی هاش ای این دو تا رو در هم ضرب میکنی یه دونه میشه، دوباره اینو تو این ضرب میکنی یه دونه دیگه میشه، دوباره تو. درسته؟ میتونی هم اینطوری بکنی ای اف جی هاش این دو تا رو در هم ضرب بکنی بعد تو این ضرب بکنی بعد تو این. فرقی نمیکنه، میتونم اونطوری در نظر بگیرم. درست؟ جای پرانتز مهم نیست تو ضرب اگه معنی داشته باشه، اما ترتیب مهمه، ترتیب رو نمیتونی دست بزنی. سوال 112 آسه چند بخونید؟ سه. آسه چی شده؟ سه منهای که دو منفی آ پنج هفت منفی بیست و پنج پنج منفی هیجده تقسیم دسته این رو بگم میگم تقسیم ماتریس هم دسته آسه رو داده آ پنج هم داده. درست؟ ماتریس آ رو خواست. آسه وارون پذیره یا نه؟ آسه وارون پذیره یا نه؟ خود آسه دترمینانت چند میشه؟ منفی 21 به اضافه 20 میشه منفی 1. درسته؟ پس آسه وارون اینه. منفی 7 سه ده منفی دو. درسته؟ تقسیم برای منفی یک بکنیم اینجا میشه بی درسته؟ این آسه وارونه یعنی قبول دارید؟ قاطی بانه نشه ضرب نشه. آسه وارونه تو این ضرب بکنم، آسه وارون ضرب ده
چه این دوتا رو عوض کردم این دوتا رو توی منفی ضرب کردم بعد آخر سر تقسیم بر دترمینان کردم دترمینانم مگه منفی یک نمیشه درسته حالا این میشه هفت منفی ده دو منفی سه ضرب در هفت پنج منفی بیست و پنج منفی هیجده قبول بچه ها این تو این ضرب بشه چی میشه؟ آدو میشه دیگه قبول دارید؟ قبول دارید این آدو میشه؟ چون اینطوریه دیگه آسه وارون اینا ما پنج می نویسم آسه ضرب در آد این میشه آی میشه درسته اون ور رو ضرب بکنم ببینم چی میشه سطر اول در ستون اول منفی یک سطر اول در ستون دوم هفتا بیست و پنج منفی صد هفتاد پنج به اضافه صد هشته سطر دو در ستونه منفی یک میشه چهارده ندیه چهارده منفی درسته اون یکی چی میشه؟ منفی پنجا به اضافه پنجا چهار چهار درسته؟ مشکلی که نیست الان بچه این دوتا رو دارید آدو منفی یک پنج منفی یک چهار درسته؟ آسم اینه سه منفی ده دو منفی هفت شما آ را میخواید پیدا بکنید آدوارون رو تو آسه ضرب بکن چی میمونه؟ آ میمونه دیگه درسته؟ آدوارون رو پیدا بکنم جای این دوتا رو عوض بکنم چهار منفی یک منفی پنج یک تقسیم برای دترمینان بکنم یک دیگه منفی چهار به اضافه من یک پس آدوارون اینه درسته؟ آسه را در آدوارون ضرب بکنم آدوارون ضرب در آسه میشه چهار منفی پنج یک منفی یک ضرب در آسه سه منفی ده دو منفی هفت چیش خواسته کلش خواسته یا؟ نه درای سطر اول ستون اول یعنی این دو. تو این ضرب میشه چند؟ دوازده منهای ده میشه دو بقیهاش هم میتونی حساب بکنید اما میتونیم آسه زبر آدوارون رو اتاق بیاریم چه؟ حالا اگه آسه زبر آدوارون اون چی میشه؟ مشکل نداره بازم نمیشه اون چی میشه آقا؟ یه چیز خاصی تبدیل میشه؟ اینجای آسه و آدوارون رو عوض کنیم چه فرق نمیکنه؟ چه به جایی داره این مشکل نداره چه به جایی داره؟ آقا اونطوری میشه سه و ده زبر چهار رو گیریم سطر اول در ستون اول دوازده منده میشه چند درسته کدوم گزینه شد؟ یک گزینه یک صد و چهارده صد و چهارده یه ذره خودتون فکر کنید بعد من حل کنم آ و ب دو تا ماتریس دو در دو باشن آی ب اضافه ب شده آ ب آ وارون به اضافه بی وارون میخواست جمع دو تا وارون رابطه نداره چه؟ جمع دو تا وارون خودش با هم رابطه نداره جمع دو تا وارون مثلا اینجا فرض کردی که آ و بی وارون پذیرن ها چون صحبت از وارونشون کرده یعنی آ و بی چی هند؟ وارون پذیرن درسته؟ شما آیه چرا؟ نمیشتم
مثلا اینو توی آوارون ضرب کنم ببینم چه اتفاقی میفته. آوارون در آی به اضافه بی میشه آوارون آبی. درسته؟ این داخل پخش بشه میشه آوارون آ به اضافه آوارون بی. مشکل این طرف این تصویر در یه چیزی ضرب کردن مشکل پیش نمیاد. این میشه بی. درسته؟ پس الان آی به اضافه آ منفی یک بی شده بی. درسته؟ آی شده بی منهای آ وارون بی. درسته؟ قبوله؟ یه بی از اون ور فاکتور بگیریم. از اون ور میتونم فاکتور بگیرم، از این ور نمیتونم فاکتور بگیرم. درسته؟ چون از اون ور ضرب شد. این چی میشه؟ آی میشه. اینم آوارون میشه. درسته؟ قبوله؟ این فاکتور گیری همه قبول دارن یا نه؟ شما از صحبتاتون فراغت پیدا کردید، اینجا رو گوش کنید. مگه بی این ور نیست؟ ببینید طرف اینو در یه آمنفی یک ضرب کردم، پخشش کردم اینو، درست شد؟ آیا این ور تنها نگه داشتم؟ اینو بردم اون ور، درسته؟ یه بی فاکتور گرفتم. بچه اینو نگاه بکنید، بی ضرب در این شده آی، پس یعنی این وارون بیه دیگه. درسته؟ بی ضرب در این شده آی، این طرف وارون مگه نبود؟ پس بی وارون میشه این دیگه. درسته؟ پس بی وارون برابر میشه با آی منهای آوارون. درسته؟ حالا آوارون بیاد این ور، پس بی وارون به اضافه آوارون مساوی چی میشه؟ آی میشه. کدوم گزینه میشه؟ فهمیدی چطور شد؟ باید سوال نمیزیم آوارون رو به دست بیاریم؟ آوارون رو نه بزن بری بیوارون میکردیم جان؟ از اون ور یه بیوارون ضرب میکن، باز همون اتفاق میفته. از اون ور بی رو میخوای از بین ببری، از اون ور بیوارون ضرب. سر سیزده حل کنم؟ 113 گفته که آ به اضافه آوارون مساوی شده با آی. آ نه رو خواسته، درسته؟ طرف اینو در یه آ ضرب بکنه. آ ضرب داره آی به اضافه آوارون مساوی شده آ ضرب داره آی. پخش میشه دیگه، درسته؟ آ دو به علاوه آی مساوی آ. پس آ دو چی شد بچه ها؟ آ منهای آی شد. قبوله تا اینجا؟ مشکلی که نیست. مشکلی هست؟ من مثلا آ چهار اینو، آ چهار رو بخوام حساب بکنم اینو به توان دو برسونم دیگه، درسته؟ مشکلی پیش نمیاد دیگه. آ چهار آ هشت رو یه سر حساب کنم یه در نه چهار دو رو حتی هم این به توان دو میشه. آ دو به اضافه آی دو منهای دو آ آی. قبوله بچه ها؟ آقا از اتحاد استفاده کردی، اجازه داری از اتحاد استفاده بکنی؟ چون جا به جایی داره با آی مشکلی پیش نمیاد. آ چهار مساوی شد بچه آ دو چی میشه؟ آ منهای آی. آی دو چیه؟ خود آی. این چی میشه؟ منهای دو. قبوله؟ پس این با این میره. آ چهار چی میشه؟ منفی آ. آ چهار شد منفی آ. آ چهار شد منفی آ. آقا من آ هشت میخوام، چون میخوام به آ نه برسم. چیکار کنم؟ توان دو برسم. آ هشت مساوی میشه با
آدو آدو چی بود؟ شما گذاری کنم آمین های آ هشت آمین های آ برای اینکه زیرا آمین های دعا دو تا یه سیب داری دو تا سیب هم بده کاری درسته؟ قبول؟ در یه آ ضرب بکنم این ور میشه آنو میشه آدو منهای آ درسته؟ به جای آدو مساوی چه بذار؟ آ منهای آی منهای آ آنو چی میشه؟ منهای آی کدوم گذینه میشه؟ گذینه چور متسکر دو مادر و دو مچول دقت کن ببین چی هست بچه از تقریبا آخرهای ابتدایی دستگاه دو مادر دو مچول رو بلدی تل کرده میشه آره شیشون بود دی شیشون بود شیشون مچول دارید چه سودی دارم چه جوری حل میکردید؟ یک شو حذف میکردید یعنی یه روش این بود که یک شو حذف بکنید مثلا بالا رو در دو ضرب میکردید پایین رو در منفی سه ضرب میکردید ایکس از بین میرفت درسته؟ به این میگفت روش حذف بالا رو در دو ضرب بکنم میشه 6 ایکس به اضافه 8 ایگرگ مساوی 10 پایین رو در منفی منفی 6 ایکس به اضافه 21 ایگرگ مساوی منفی بعد اینا رو جمع میکردید درسته جمع که میکردید ایکس هم میرفت چی میشد؟ 29 ایگرگ مساوی 7 ایگرگ میشد 7 29 درسته؟ ایگرگ رو می آورد توی یکی از اینا جاگذاری می کردید ایکس بود مثلا تو بالای 3 ایکس به اضافه 28 29 هم مساوی 5 درسته؟ 3 ایکس مساوی می شد با 5 منه 28 29 هم ایکس به دست اومد یا می تونستید دوباره این دفعه ایگرگ رو حذف بکنید قبوله؟ الان ما این روش همیشه هم هست الان هم هست فرق نمی کن میتونید انجام بدید میخوام یکی دو تا روش دیگه اضافه بکنم درست؟ در مورد دستگاه دو معادله دو مجهول دو تا بحث هست یکی در مورد تعداد جوابهاش یکی روش حلش درسته؟ تعداد جوابها دومش هم روش حل بچه نگاه کنید این نمودارش رسم کنید یه خط میشه این هم نمودارش رسم بکنید یه خط میشه درسته؟ قبول؟ در مورد دوتا خط در مورد دوتا خط یا دوتا خط متقاطعن یه نقطه مشترک دارن یا دوتا خط موازی هیچ نقطه مشترکی ندارن یا دو تا خط رو هم میفتن درسته؟ پس دستگاه دو مادر دو مچول سه حالت داره یا فقط یک جواب دارد دو تا خط به هم مماس بشن شما میتونی رسم کنی؟ جواب ندارد بیشمار جواب داره بگی سهمی باشه چی یعنی تمام دو باشه باشه صحبت از خطه این درجه یک معادله یه خط درجه یک آره درست
این مدلی درجه یک اینه مدلی درجه یک مدلی خط درسته؟ دو تا خط سه حالت دارن یا همدیگر قطع میکنن فقط یک جواب یا جواب ندارد یا بیشمار جواب دارد چی شد چجوری میکشه؟ مدلی دو تا خط دار کشیدنش چیز نده مثلا فرض کن اینجا اونو میخوایم بکشیم اینو میخواستید اولی بالای رو رسم کنید ایگر رو صفر میدادید ایکس شد پنج سوم درسته؟ بالایی رو دارم میکشم ما میشه چند؟ پنج سوم اینطوری یه چیزی میکشیدید یادتون میاد؟ بله ایکس ایگر ایگر رو صفر بدید ایکس چند میشد؟ تو اولی پنج سوم x رو صفر بدید y چند میشه؟ 5 4 میده درسته؟ این دوتا نقطه رو اینجا به نشون بده 5 سوم صفر اینجا میشه 5 سوم صفر صفر و 5 4 اینجا میشه این دوتا خط رو به هم بزن این میشه اینجا 5 سوم اینجا 5 4 درست شد؟ این میشه 3x به اضافه 4y مساوی 5 این ماله درسته اون یکیشو رسم خواهی بکنید 2x جدول اونو بخواهم حساب رسمش بکنم یه x یه y رو صفر بدید x میشه یه دوم درسته x رو صفر بدید منفی یک هفتم یه دوم صفر اینجا مثلا یه دوم صفر درسته منفی یک هفتم اینم هست اینم قرمز قبوله دو تا خطن همدیگه رو کجا قطع کردن یه نقطه این نقطه مختصاتشه که پیدا بکنید اون نقطه تلاقی میشه دیم جواب اون دستگاه میشه درسته فهمیدی چطور شد پس دستگاه دو معادله دو مچول بچه بفهمیم یا فقط یک جواب داره مثل این متقاطع یا بیشمار جواب داره یا اصلا جواب نداره درست؟ قبول؟ چجوری بفهمیم کدوم یکی از این اتفاق میفته؟ درست؟ حالت کلی بنویسم این دستگاه به من دادن بچه وقتی که دوتا دستگاه تو تا خط همدیگه رو یه نقطه قطع می‌کنن یعنی با هم موازی نیستن شیباشون باید برابر نباشه درسته شیباشون با هم باید برابر نباشه شیب این چی میشه شیب این آ چرا ایگر رو یه طرف نگه می‌داریم بقیه منفی آبیم درسته ایگر رو یه طرف نگه می‌داشتیم اینطوری بابونه بی ایگرگ مساوی میشد منفی آ ایکس به اضافه سی ایگرگ رو ذره بشه یک میکردیم تقسیم بر بی میکردیم این میشد شیب دیگه درسته؟ برای اینکه متقاطع باشن شیباشون باید با هم برابر نباشه درسته؟ یعنی منفی آ بیوم باید مخالف منفی آ پریم بی پریم باشه درسته؟ قبوله؟ حالا بچه اینو میان به جای اینکه اینطوری بنویسند چه این دوتا رو عوض میکنند؟ چه این دوتا رو عوض بکنند؟ مشکل پیش میاد؟ ها؟ بی پریم به روی بی باید مخالفه آ پریم به روی آ باشه درست؟ پس دستگاه همین باشه a x به اضافه b y مساوی c a پریم x به اضافه b پریم y مساوی c پریم باشه تو این حالت a پریم باید مخالف b b پریم باشه فرق نداره که کسر رو برعکس بکنی فرق میکنه مگه درسته پس برای اینکه بفهمیم دستگاه یه جواب داره یه جواب نداره باید سراغ این بریم اگر این اتفاق افتاد دستگاه فقط یک جواب داره اگر این اتفاق نیفتاد یعنی دوتا مساوی بودند
درسته یا اینه موازی هند یا منطبق درسته پس اگر آ مساویه آ آ پریم مساوی بی بی پریم شد یکی از این اتفاق میفته یا این اتفاق میفته یا این اتفاق میفته درست قبول ها بچه ها تو اینجا که مشکلی نیست ببینیم چجوری من یه مثال اینجا میزنم که متوجه بشه چجوری میشه بچه بالایی رو میخواید حل بکنید چک نویس بردارید حل کنید میدونم موازین حل بکنید ببینید چه اتفاق میفته مثلا میخواید ایکس رو حذف بکنید ایرگه همه حذف میشه ایبی نداره بالایی و پایین رو هر دوتا رو حذفی حل کنید امکان پذیر نیست پس تو این حالت دستگاه جواب نداره پایینی چی؟ جوابشو به دست بیارید فرض کنیم میخواید جواب به دست بیارید این آقا هر چی بدیم به توشون باید تناقض بدیم سیف میشن جفتشون آقا هر چی بدیم بچه بالایی رو در دو ضرب بکنم میشه 4x به اضافه 8 دیگری میشه 2 درسته؟ اینا رو طرف اولا اینا الان با هم برابرن درسته؟ پس طرف دوم باید با هم دو مساوی 5 امکان پذیر هست؟ تناقض دیگه درسته؟ پس این دستگاه جواب نداره یعنی اینا دو تا خط موازی هستند که این اتفاق افتاد. من مطمئنم که موازی هستند. بر شیبه بالای چنده؟ شیبه منفی دو چهار. شیبه پایینی چیه؟ پس شیبه هاشون با هم برابر پس موازی هستند. درسته؟ قبوله؟ این دوتا رو نگاه کن قربونه کلید. طرف اولا اینه هم شدن یا نه؟ طرف دوم رو باید با هم برابر باشند این نیست تو منفی دو ضرب بکن این میشه منفی 4 منفی 8 منفی 2 جمعش بکن صفر مساوی 3 میشه دیگه تناقض دیگه قبوله؟ مشکلی که نیست درست. پایینی رو حل بکنید موازی و پیشان بودنشون از کجا حل میشه؟ الان دارم مثال میزنم این دومی رو حل کن بعد متوجه میشه دومی رو در بالایی رو در دو ضرب بکنیم یا منفی دو ضرب بکنیم هر چی نگاه کنید میشه منفی 4x منفی 8y منفی 2 جمع بکن چی میشه؟ صفر مساوی صفر صفر مساوی صفر یعنی همیشه برقراره یعنی این معادله همیشه چی هند؟ بیشمار جواب داره درسته؟ یعنی این اتفاق افتاده قبول؟ اینجا موازی غیر منطبق هند موازی غیر منطبق اینجا موازی منطبق درست شد؟ حالا گوش میکنی آقا نگاه کنید بچه ها حواستون اینجا هست دو چهارم آ آ پریم مساوی ب ب پریم مساوی س س پریم اگر آ آ پریم مساوی ب ب پریم مساوی س س پریم باشه بیشمار جواب داره اما اینجا رو نگاه کنید دو چهارم مساوی چهار هشتم مساوی یه پنجم نیست اگر مخالفه سه سپریم باشه این اتفاق درست قبول
پس بچه اگه در مورد تعداد جوابهای دو معادله دو مجهولی خواستید بررسی کنید، اول آ پریم و با با ب پریم مقایسه میکنید. یا آ پریم مخالف ب ب پریمه که فقط یک جواب داره. اگر آ پریم مساوی ب ب پریم شد، نگاه میکنید آیا برابر سه سه پریم هم هست؟ اگر برابر سه سه پریم شد، بی شمار جواب داره. اگر مخالف سه سه پریم شد، اصلا جواب نداره. درست شد آقا؟ فهمیدید؟ پس این در مورد تعداد جواب ها. روش حل یه دونشه که خودتون بلد بودید. دو تا دیگه رو من الان میخوام بگم. یه دستگاه هر شبه که بنویس. دو مادر دو مادر. روش هست که کاری نداریم. حل کردیم درسته. الان این جواب داره یا نداره؟ دو یکم مساوی سه یکم نیست. درسته؟ پس فقط یک جواب دارد. قبول دارید؟ قبوله؟ آ پریم مخالف ب ب پریم فقط یک جواب. یه روشش هست که بالا مثلا در منفی دو ضرب بکن حل کن. درسته؟ اونو کاری نداره. من الان میخوام یه روش ماتریس وارون بگیم. اینو میام ماتریسی مینویسم. ضرایب x رو توی ستون مینویسم. دو یک. ضرایب y رو توی ستون مینویسم. ضرب در x y ضرب این دوتا ماتریس این میشه یا نه؟ سطر اول در ستون اول همون شد دیگه. درسته؟ قبول بچه ها؟ قبول؟ بچه من میخوام اینو از بین ببرم. تو وارونش ضرب بکنم از بین میره دیگه. درسته؟ وارون این چیه؟ اینو میخوام از اینجا از بین ببرم. این ماتریس ها. این اسمشو بی بذارم. بی وارون اینه. یک. دو. منهای سه منهای یک. دترمینان هم دترمینان منهای یک چه این دوتا رو عوض کردم. این دوتا رو توی منفی ضرب کردم. تقسیم بر دترمینان. دترمینان چنده؟ منهای یک. دو منهای سه منفی یک. پس این میشه منفی مثبت من. درسته؟ هر دو طرف این رو توی این ضرب میکنم. نگاه کنید منفی یک سه یک منفی دو ضرب داره این دو سه یک یک x y مساوی شده با منفی یک سه یک منفی دو پنج و دو. قبوله؟ بچه این ضرب دارین چی میشه؟ آی. پس میره کنار. این بر چی میمونه؟ فقط x y. اون برم ضرب ماتریسه دیگه. ضرب بکن چی میشه؟ یک. منفی پنج به اضافه شیش میشه یک. یک. x مساوی یک y هم مساویه. حل شد دیگه. درسته؟ قبول؟ به این روش میگن حل دستگاه دو معادله دو مجهول به روش ماتریس وارون یا ماتریس معکوس. میتونه اینطوریه. نه بعضی موقع یه جوری میدن که مجبورید از این حل بکنید. درست شد؟ این دو طرف رو ضرب وارون میکنید؟ سخته؟ درست. مشکلی که نیست. چه؟ آقا فهمیدید؟ حالا حواستون باشه بچه ها. این ماتریس اگه دترمینانش مخالف صفر باشه فقط یک جواب داره دیگه. درسته؟ دقیقا همون اتفاق میفته که اینا موازی هم نیستن. درست؟ پس اگه وارون پذیرم نباشه که یا جواب نداره یا بی شمار جواب داره. اگر این ماتریس وارون پذیر نباشه حالتی اتفاق میفته که موازی اتفاق میفته. درسته؟ یا جواب نداره یا بی شمار جواب داره. فهمیدی چطور شد؟ این یه روش. یه روش دیگه هم روش کرامره.
x مساوی میشه با. بچه مخرج و صورت یه دترمینانه. مخرج ضریبه x توی ستون. دو، یک، سه، یک. صورت ستون x هست میشه. اون عددهای ثابت اونور گذاشته میشه. پنج، دو، سه، یک سر جا خودش. درست. ایگرگ رو میخوای حساب کنی. باز مخرج همونه. دو، یک، سه، یک. ایگرگ رو میخوای حساب بکنی. ستون ایگرگ رو حذفش میکنی. اون عدد از پنج، دو، سه، یک سر جا خودش. دو، یک سر جا خود. درست شد. دترمینان بالایی رو حساب بکنی. چند میشه؟ پنج منهای شیش، پنج منهای شیش منفی یک، دو منهای سه میشه منفی یک شد یا نه؟ اینجا چهار منهای پنج منفی یک. نه فهمیدی چطور شد؟ قبول فهمیدی آقا؟ مشکلی که نیست. پس یا حذفی که از هفتم بلدید، یا وارون، یا کرامر. درسته؟ نه، همه شو بلد باشه. بعضی موقع یه جوری میدم فقط از این حل میشه، بعضی موقع یه جوری میدم فقط از اون حل میشه. حالا میبینید تو تستا فهمیدید؟ سای چند آقا میشه؟ نه. ببینید A x به اضافه b y مساوی c، A prim x به اضافه b prim y مساوی c prim. چه x چه y مخرجاشون یکیه. ستون x ضرایب x توی ستون، ضرایب y توی ستون، ضرایب x ضرایب y. درست شد تا اینجا؟ بله. اگر x رو میخوای حساب بکنی با ستون y کاری نداری، اگر y رو حساب بکن با ستون x کاری نداری. x اون ثابت های سی و سی پریم رو میاری اینجا میذاری. فهمیدید؟